میشه تابد تا از تلفات بیشتر جلوگیری شود. روستایان سنگین حین جشن و خوشی وسط درگیری طالبان با نیروهای دولتی گیر افتادند. اصابت اشتباهی خمپاره ارتش جان بیش از 20 نفر را گرفت. عمدتاً زن و کودک. شروع خونین سال 2015 میلادی در افغانستان با آه و ناله. فردای روز حادثه رئیس جمهور از پایان مأموریت رزمی ناتو تجلیل می کند. پس از 13 سال جنگ نفسگیر سربازان خارجی دیگر در افغانستان نمی جنگند. مسئولیت تأمین امنیت و مبارزه با شورشیان که به عهده خود افغانها گذاشته شده سنگین است. هیچ ضمانتی هم وجود ندارد که حادثه شبیه سنگین هلمند تکرار نشود. اما بیم کلانتر این است که افغانستان میدان نبرد کشورهای منطقه شود. ما میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگهای نیابتی را در این خاک اجازه میدیم. کلمات سل کنید. میدان جنگ، جای جنگ نیابتی، آیا این مردم با تاریخ 5000 ساله میدان سترنج کس هستن؟ نقاط تغییر و تبدیل هستن؟ نه، این ملک آزاد است، آزاد منش است و وحدت ملی داره. زندگی در کابل با تمام افت و خیزش جریان دارد. پایتخت نشینان دیشب برای یک ساعت کامل غافلگیر شدند. اما این بار کار طالبان نبود. در حاشیه شمالی شهر دو فرمانده غیر مسئول با یک دیگر زد و خورد کردند. درگیری مسلحانه که از دو طرف تلفات گرفت. مهار این نوع درگیری ها هم چالش دیگر. دولت افغانستان به استقبال رسیدن به حق کامل حاکمیت ملی امروز شهر کابل با پرچم های ملی کشور آراسته. اما هم اشرف غنی رئیس جمهوری و هم مردم در اینجا میدانند که در نبود نظامیان ناتو در میدانهای نبرد سربازان افغان روزهای دشوار خواهند داشت. هارون نجفی زاده، بی بی سی، کابل.